با سلام خدمت شما دوست عزیز، تو این جلسه با آموزش نصب نرم افزار ویژوال کلون درایو در خدمت شما هست. شما بعد از اینکه اون فایلی رو که مربوط میشه به نرم افزار ویژوال کلون درایو رو برای نصبش هست، بعد اینکه دانلود کردین و حالا از حالت فشرده خارجش کردین، یه گزینه هست اینجا به اسم ستاپ. رو این ستاپ دابل کلیک میکنید تا فایل اجرا بشه برای نصب. تو این پنجره که برای شما ظاهر میشه رو گزینه آی اگری کلیک میکنید. این قسمت یه گزینه فول داره و یه گزینه کاستوم. شما اگه گزینه فول رو انتخاب کنید، خب به صورت کامل نصب میشه. کاستوم شما میتونید یه تغییراتی در رو درش ایجاد بکنید. من میذارم رو گزینه کاستوم. شما پسوندهایی رو که اینجا نرم افزار ویرچوال کلون درایو میتونه پشتیبانی بکنن، اینجا میتونید چیکار بکنید ببینیدشون. توی این بخشم که یک آیکون رو به دسکتاپ و پروگرام فایلز اضافه میکنه. شما توی این بخش هم میتونید اون پسوندهایی رو که نرم افزار ویرچوال کلون درایو پشتیبانی میکنه رو میتونید بهش اضافه یا از حالت انتخاب اونا رو خارج بکنید. من این گزینه ها رو هم اضافه میکنم. به گزینه نکست کلیک میکنم. میام توی این بخش. من محل نصب این نرم افزار رو میخوام چیکار بکنم تغییر. اگه به این قسمت دست نزنید، تغییرات اینجا ایجاد نکنید، این داخل این مسیر یا فولدر نرم افزار نصب میشه. من اینو میخوام به درایو دی منتقل بکنم، به فولدری که هستش. رو گزینه اینستال کلیک میکنم. تو این بخش رو گزینه اینستال کلیک بکنید. زمانی که اینجا عبارت کامپلیتد نمایش داده شد، رو گزینه کلوز کلیک بکنید. نرم افزار به صورت کامل برای شما نصب شده و آیکونش رو تو این قسمت هم میتونید مشاهده بکنید. زمانی که روی این آیکون کلیک بکنید، یه همچین پنجره برای شما نمایش داده میشه. تو این قسمت تعداد درایو هایی که شما لازم داری رو میتونید براش مشخص بکنید که چه تعداد درایو رو برای شما ایجاد بکنه یا نمایش بده. من فعلا یک درایو رو نیاز دارم، رو گزینه یک رو انتخاب میکنم و رو گزینه اوکی کلیک میکنم. در ادامه برای باز کردن اون فایل ایزو، بعد از اینکه نرم افزار خوب اجرا شد، روش رایت کلیک میکنید. این تو قسمتی که نام درایو رو داره برای شما نمایش میده، حقیقت همون درایو مجازی تون هست. یه گزینه داریم به اسم ماونت. این گزینه برای این هست که بتونید اون فایل ایزو رو تو اون درایو مجازی باز بکنید. رو این کلیک بکنید. میاید تو اون محلی که یا جایی که اون فایل ایزو قرار گرفته، فایل ایزو رو پیدا میکنید. با دابل کلیک اون فایل ایزو باز میشه برای شما. این داخل دیسک پی سی تون میبینید که الان این فایل ایزو من که حالا مبنی شد به درایور پک سولوشن اینجا برام تو این درایو مجازی باز شد. من اینو واردش میشم، اون اطلاعاتی رو که میخوام ازش برمیدارم. بعد از اینکه کارم تموم شد، میخوام این درایو رو ببندم و اون فایل ایزو رو از اون درایو مجازی خارج بکنم. باز مجددا میام تو همین قسمت، رایت کلیک میکنم، وارد درایوم میشم. تو این بخش گزینه اماونت داره. من روی این که کلیک بکنم، اون فایل ایزو از اون درایو مجازی من خارج میشه. اگه خواستین این هیستوری که اینجا هست رو هم، فایل های ایزویری که باز کردین رو هم پاک بکنید، از این گزینه میتونید استفاده بکنید تا تاریخچه رو صورت کامل پاک بکنید.